کشاورزی. بنابراین اگه بخوایم یه تعریفی از نظریه مزیت مطلق مطرح کنیم، میگیم قابلیت یک ملت در تولید فقط یک محصول به طوری که کاراتر از دیگران عمل کنه مزیت مطلق نامیده میشه. آقای آدام اسمیت تاکید زیادی روی تولید تخصصی و تقسیم کار بین المللی داشت. آقای آدام اسمیت میگفت تقسیم کار باعث تخصصی شدن نیروی کار میشه، باعث میشه که نیروی کار تبدیل بشه به یه نیروی کار ماهر، و تاکید زیادی روی تولید تخصصی داشت. یعنی کشورها باید کالاهایی رو تولید کنن که در اون کارایی زیادی دارن. تولید تخصصی و تقسیم کار بین المللی منجر به بهره‌وری منابع اقتصادی میشه، و این بهره‌وری منابع اقتصادی هم به نوبه خودش باعث افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. بنابراین طبق نظریه مزیت مطلق، هر کشوری باید کالاهایی رو صادر کنه که در تولید اون مزیت مطلق داره. به عنوان مثال، اگه عربستان در تولید نفت مزیت مطلق داره نسبت به دیگر کشورها، باید فقط صادر کننده نفت باشه. در مورد واردات چی؟ هر کشوری باید کالاهایی رو که در اون مزیت مطلق نداره از کشورهای دارای مزیت مطلق وارد کنه. به عنوان مثال، همین عربستان اگه در تولید محصولات کشاورزی مزیت مطلق نداره، باید محصولات کشاورزی رو از کشورهایی که دارای مزیت مطلق هستن وارد کنه. به عنوان مثال، برای درک بهتر نظریه مزیت مطلق، فرض کنید که هر کارگر اسپانیایی در طول یک سال بتونه 300 دوچرخه تولید کنه و هر کارگر آلمانی در طول یک سال بتونه 600 دوچرخه تولید کنه. بنابراین آلمان نسبت به اسپانیا در تولید دوچرخه مزیت مطلق داره. بنابراین آلمان باید دوچرخش رو به اسپانیا صادر کنه. هر کارگر اسپانیایی در طول یک سال میتونه 1500 گوجه فرنگی تولید کنه، در حالی که هر کارگر آلمانی در طول یک سال فقط میتونه 900 تا گوجه فرنگی تولید کنه. بنابراین اسپانیا در تولید گوجه فرنگی نسبت به آلمان مزیت مطلق داره، که طبق نظریه مزیت مطلق اسپانیا هم باید گوجه فرنگیش رو به آلمان صادر کنه. بنابراین طبق نظریه مزیت مطلق، آلمان باید همه منابعش رو صرف تولید دوچرخه کنه، چرا که در تولید دوچرخه مزیت مطلق داره، و اسپانیا هم باید همه منابعش رو صرف تولید گوجه فرنگی کنه. به یه مثال دیگه توجه کنید. فرض کنید که ایران برای تولید یک فرش نیاز به 30 واحد منابع داره، در حالی که آلمان برای تولید یک فرش نیاز به 100 واحد منبع داره. بنابراین ایران میتونه فرش رو ارزان‌تر از آلمان تولید کنه. بنابراین ایران در تولید فرش مزیت مطلق داره. در مورد تولید خودرو فرض کنید که ایران برای تولید یک واحد خودرو نیاز به 120 واحد منابع داره، اما آلمان برای تولید یک خودرو نیاز به 50 واحد منابع داره. یعنی آلمان میتونه خودرو رو ارزان‌تر از ایران تولید کنه. بنابراین آلمان در تولید خودرو مزیت مطلق داره. در اینجا ایران تونسته با 150 واحد منابع خودش یه فرش و یه خودرو تولید کنه، آلمان هم تونسته یه فرش و یه خودرو تولید کنه، و در مجموع 4 کالا تولید شده. اما نظریه مزیت مطلق میگه ایران باید همه 150 واحدش رو اختصاص بده به فرش، چرا که فرش رو میتونه ارزان‌تر تولید کنه. اگه همه 150 واحدش رو اختصاص بده به فرش، میتونه 5 واحد فرش تولید کنه. چرا؟ چون شما اگه 150 رو تقسیم بر 30 کنید، 5 به دست میاد. و طبق نظریه مزیت مطلق، آلمان هم باید همه 150 واحدش رو اختصاص بده به تولید خودرو، و در این صورت میتونه 3 واحد خودرو تولید کنه و در مجموع 8 واحد تولید میشه، یعنی دو برابر حالت اول. اینجاست که نظریه مزیت مطلق نشون میده که رفاه ملت‌ها افزایش پیدا کرده. اما این نظریه هم مثل نظریه مرکانتیلیسم مورد انتقاد قرار گرفت. از نظر منتقدین اقتصادی، آقای آدام اسمیت صرفاً بر اقتصاد تمرکز کرده بود و نقش سیاست و فرهنگ و امنیت رو در نظر نگرفته بود. سوالاتی که در این باره مطرح میشه اینه که آیا کشورها برای تامین کالاهای استراتژیک خودشون مثل کالاهای نظامی chưa có tiền sửa không đặt.